ما از این مجلسی که الان هست نباید بگذاریم. ببین من با یکی از نمایندگان مجلس یه بحثی پیش اومد بین ما توی توییتر. گفتگوی شکل گرفت. گفتم آقا وای به حال اون مملکتی که به قولی حالا خودمونیش کنیم خود غریب مزمون که رئیس فراکسیون شفافیتش خودش مخالف شفافیت باشه. ایشون ما گفتش که تو از کجا میدونی من مخالفم؟ آره من یه فکتایی مثلا یه دلیل دارم ها، یعنی از خود نماینده شنیدم. منم حالا قضاوت نمی‌کنم. خب کجا میرم مخالفم؟ حکایت مولا نصرالدین نشه که وایساده می‌خواد صف نمایی رو خلوت کنه، گفت اونور آش میدن. بعد انقدر رفتن و گفت نکنه آش میدن. برن شد رفت اون طرف. من گفتم ببین نداره. بسم الله. 4 ماه از همین مجلس مونده. من جناب آقای صادقی با نماینده جریان سیاسی مقابل شما که شفافیت بگیری می‌کنه، از در اصولگرا رفتم صحبت کردم با یکی دوتاشون. گفتم اگر آیه صادق علیه تحریر بیارن دو فوریتی سریع تو همین مجلس امضا تصویب بشه که شفافیت آره تصویب بشه اقدام میکنم. گفتن آقا ما میام امضا میکنم. گفتم بسم الله این گوی و این میدان. من هنوز منتظر چیم جوابم و آخرش هم این نمیشتم. گفتم بگذارید این مهم در تاریخ ایران به نام شما ثبت شود. آقا بسم الله 4 ماه از ما تا خرداد وقت داره میگه. از عمر همین مجلس مونده 4 ماه. 158 تا نماینده الان تو مجلس هستن دوباره میتونن بیان، یعنی اقدام کردن ها. خب همین 158 تا بسم الله اقدام کنید همین الان میتونید با 158 تا رای بدن تمام دیگه. شما اگه راست میگید اینجا الان یقهشون گیره. اینا مثل یه سیاره یعنی میرن میچرخه هر 4 سال یه بار دم دست ما قرار میگیرن. اگه خیرشون گرفتی نگرفتی خداحافظ تا 4 سال دیگه.